یک قصر رو هزار دریچه. دوستای عزیز سلام، امروز بازم لالو ماما با مهمانایش در قصر گپای دارن. ای که در چی باره دریچه باز میکنه، خی بیاین که برنامه را گوش کده همراهیشان کنیم. چقدر کار بد شد به خدا. چیگه بس امایون، چی کار بد شده که اقه افسوس میخوری؟ هی چی بگویم آسیه خوارک، از بوده مسابقه زیاد چرتم خراب است. او بچه، از کدام مسابقه گپ میزنی؟ این فضای قصر را سایکو، این صدای پرنده و آبشارا را سایکو که آدم تر تازه میسازه و این جگر خونی های تو را بیبی. اما مسابقه ذهنی را میگم که چند روز پیش تیر شد. که تیر شد خود تیر شد دیگه. آله چی غمش داری؟ بیا از دیدن قصر لذت ببر بیادر. چطور از یاد ببرمش که جواب هیچ سوال نداشتم و چقدر کم آمدم. خود درس میخوندی و آمادگی میگرفتی بیادر. آله خوش ده دیگه. پسش نگرد. بسیار برش تیاری گرفته بودم. خود تو سوالای آمده بود که هیچ ده کتابای مکتب نبود. اما یون، اوست سیکو، لالو ماما چی خوب باید خانده روی، مثل کسان ما میایه. بیا با هم در باغچه براییم که گلها به شما را آمد گل من. بیا که پس از این بوته بشینیم که دنشش خوار نخوره. بیزا چی خوب سر آواز انداخته. سعیز اینه همینجا خدا پت میکنیم. چرا از پس بوته نمیایی به میدان؟ برو والا که دیدم مارا. سلام علیکم لالو ماما. سلام علیکم جوانای سره. چی خوب بیت میخوندی، گفتیم باش بیتت خلاص شوه باز بیاییم. اترا میشه که شما بیاین و ما بیخبر باشم. او تو خوبش بیت میخوندی لالو ماما، چرت اوماین خراب بود، این خنده دادیش. چرا چرت دشمنش خراب بود ترا باشه، چی شده زور آور؟ لالو ماما ده یک مسابقه زینی شرکت کردم، خناکام ماندم. خیر باشه، مسابقه خوب برد و باخت داره دیگه. حال دیگه زیاد پسش نگرد، بیاین که اول داخل دالزهای قصر بریم، بازم اونجا سرش گپ میزنیم. سعید برو که بریم. حال دیگه یک غصه خورده نبان. هی تو که از دل من میایی لالو ماما، ای تو کس ازم برد که من سرش زیاد لایق بودم و ای سرش حساب نمیکدم. ای چه تو امکان داره که هم لایق باشی و هم نبری؟ لالو ماما، احمد کسی اختلافی کده باشه و نمری بیادرک ما خورده باشه. نه اتو گپ نیست، اتو سوالای آمده بود که هیچ ده کتابای مکتب نبود. خو حال فهمیدم که گپ ده کجاست. ده کجاست لالو ماما؟ خیلی این ده میباره یک دریچه برتان واز کنم. خدا کنه کبیر ده خانه باشه. به نظرم خانه نیست که دروازه رو واز نمیکنه. کیست؟ صبر کو اینا آمدم. اوهو جاوید توستی؟ مانده نباشی رفیق. زنده باشی، خوب استی کبیر جان. شکر، بیا داخل بیا. نه خانه نمیایم، یک کتاب کار داشتم، اگه امانت بیتی برم. کدام کتاب رفیق؟ کل کتابای مکتبم صدقه سرت. یک کتاب پیش دیده بودم که درباره جور کردن میدان فوتبال و اندازه میدان بود. خلاصه کتاب معلوماتی بود. ما هم که تو دوستای میخواییم یک میدان فوتبال جور کنیم. خو او کتاب میگی. راستی او خواه از یکم سنفیم بود. حال او بچه شار کچ کده و دیگه در قریه نیست. اوف، کاش که او کتاب پیش خودت میبود. بسیار ضرور کارش دارم. در قریه تو کدام کس از این کتاب نخود داشته باشه که ازش بگیرم؟ ای رفیقه که ساده ما، در قریه دیگه ای تو کتاب از کجا شوه؟ اگه باشم خب کلش کتابای مکتب است. خیال ما چطور کنم؟ تو یکان وقت آدم پس یک کتاب چشم درد میگرده و هیچ نمیافیش. بیچاره جاویدم کتاب نیافت. ایران بود که کتاب معلوماتی را از کجا کنه؟ کبیر گفت که در بسته قریه از این کتابش کسی یافت نمیشه، بغیر از کتابای مکتب. مگه ما تو جوانایی را دیدیم که خودشان در خانه کتابخانه دارن و یک کد کتابای معلوماتی و دینی و قصه و امطورا دارن. او چطور لالو ماما؟ مخو نفهمیدم. خیبر ازی که صحیح بفهمی، باشین که برتان یک دریچه واز کنم و خبر رسانه که قصر بگیریم که کجا رفته و چی گپای داره. دوستای عزیز سلام، ما خبر رسانه که قصر استم و بازم کتی یک موضوع دیگه پیشتان آمدیم. دوستای خوبم، آیا شما در خانه کتابخانه دارین؟ آیا در پلوی درسای مکتب مطالعه آزادم میکنین؟
ای سوالا را به خاطر پرسان کردم که یک تعداد از جوانای هستند که در خانه کتابخانه کوچک جور کردن. ای که اونا کتابا را از کجا کردن، بیاین که از چند تایشان بشنویم. تقریبا از 50 جلد گرفته تا 100 جلد کتاب دارم در خانه. در وقتی که مثلا بیکار می باشم کتابا را مطالعه میکنم پیش خود. بعضی کتاباش از بازار گرفتیم و بعضیش از طرف دوستا برای ما تحفه آورده شده که او گفته کدام تحفه را برات بریم. من گفتم بعضی کتابا را با ما بیار که ما ضرورت داریم او را باید مطالعه کنیم. وقتی که من در دوران مکتب بودم پدرم زمانی که جیب خرچی برای من میداد از او پیسه ما پیش خود جمع میکردم، ذخیره میکردم. وقتی که پیسه یک کتاب پوره میشد باز من میرفتم یک کتاب میخریدم. فعلا از اون کتابا یک 50 جلد گفتم هستم. در خانم کتابخانه دارم، نمیدونم داخل کورس هم زیادترش از بازار خریدیم و برادرم از عربستان که آمد گفته که چی تحفه برات بیارم. من کتاب تفسیر و سیرت تلبیس من یک تا کتاب که خیلی علاقمندش خودم هستم، کتاب فن بیان است. نجراتم بالا برده، اعتماد به نفس خودم بالا برده. از گفتای دوستای خود شنیدیم که از پول جیب خرچ خود کتاب خریده بودن، از کلانای خود کمک خواسته بودن و حال از کتابایی که در کتابخانه خود دارن هم خودشان مطالعه میکنن و هم بر مطالعه دیگران به درد میخورن. ای که داشتن کتابخانه ولو کوچک در خانه چی فایده داره، بازم به گفته چند تن گوش میتیم. بله، من چندین کتاب در خانه دارم که در مورد موفقیت و در مورد حتی در مورد کانکور چند کتاب در خانه دارم و اونا رو سعی میکنم مطالعه کنم. مطالعه کتاب غیر از کتابای مکتب واقعا مفیده. ما فکر ما باز میشه. میفهمیم که حتی همون کتابای موفقیتی که من میخونم، من رویه میده در آینده خود چیکاره بشم. من رویه میده که من خودم برای آینده خود تصمیم بگیرم و از چه راهی من پیش برم که موفق بشم. و واقعا تاثیر زیادی داره، نه تنها کتابایی که در مورد موفقیت باشه، کتابای زیاده در همه موارد، در مورد زندگی، در مورد در جامعه خود چگونه رفتار کنیم و کتابای انواع مختلفی که داره واقعا تاثیرگذاره در زندگی ما. مثلا حتی وقتی من کانکور امتحان بودم چی رشته انتخاب کنم، سردرگم بودم و در آینده خود هدف نداشتم، اما وقتی که اون خوندم واقعا رویه گرفتم، فهمیدم که من میتونم آینده خود انتخاب کنم، من میتونم دست به یک کاری بزنم که خودم دوست دارم و تصمیم به خانواده خود نگذارم و او واقعا تاثیرگذار بود در زندگی من. اجلاس از لیسی قلیخون. مهم است که در خانه خود کتابخانه باشه، به این خاطر که معلومات زیاد شوه و درسای مکتب بغیر مهم است که مطالعه کنی. جرات بریم داده است کدام مجلس پرسان شوه باز ما بر زود جواب بدم. من یک کتابخانه بسیار کوچک دارم که در حدود 200 یا 300 کتاب مدو کتابخانه دارم. فایده از این کار به من خوب بسیار زیاد بوده، چون من هنگامی که در کدام مسابقات که در مکتب ما برگزار شده ما شرکت کردیم، به واسطه امی ما توانستیم که هم جرات پیدا کنم و همچنان در امو مسابقه ما برنده شم. و فایده دیگه شی است که املا انشای ما بسیار خوب شده. پسر مامای ما بود، او از این بخش ادبیات انگلیسی فارغ شده بود. بعضی وقت او که میگفت کدام چیز برات بیارم، ما میگفتم که کتاب انگلیسی خوبش باشه برام بیار که ما از او یک چیز یاد بگیرم. زمانی که در مکتب ما بعضی رقابت بین دو صنف ما در او اشتراک میکردیم، در ای بعضی سوال انگلیسی را مستنظر میآورد. فایده کتابا اوجه برای ما معلوم شد. زمانی که استاد سوال میکرد من سوال از او را میفهمیدم. نظر به گفتای دوستای ما، داشتن کتابخانه کوچک در خانه خالی از مفاد نیست، چون در موارد مختلف به دردشان خورده و مشکلات معلوماتیشان حل کرده. این سوال را در فیسبوک هم شریک کردیم و برخی از جوانا نظریاتشان را بر ما نوشتن. محمد الله شاکر گفته که خیلی به کتاب و مطالعه علاقه دارم. هر وقت بازار میرم، کتاب میخرم، خانه میارم، حتی خواهر و برادرکای خردم هم میخوانن و تاثیر مثبت ذهنی بالاشان داره. علاقه مندی آنها به کتابخانی بیشتر شده و در آینده دستاوردهای خوب میداشته باشن. هر وقت در خانه باشم بر کودکای خانواده مجله و کتابای تصویری میتم. اگر خواندم نتونن، حداقل به تصویرایشان میبینن و مصروف میشن. تا لده کتابخانه خود 400 عنوان کتاب دارم. از تمام اخراجاتم صرفه‌جویی کرده کتاب خریدیم. خو حال فهمیدم که امو رفیق متمن در خانه خود کدام کتابخانه داره که در مسابقه برنده شد. اطمان در پولوی کتابای مکتب دیگه مطالعه هم داشته، چرا که خودت گفتی بعضی سوالا بیرون از کتابای مکتب آمده بود. کاش که ما هم در خانه کتاب خانه می داشتم که مطالعه میکردم و مسابقه را نمی باختم. خوب شد که آله ارزش داشتن کتاب خانه در خانه را فهمیدی که چقدر ضروری است. من خوشوکر چند تا کتابای شیر در خانه دارم،
زیاد شیرخانی را خوش دارم. بیا پیشی کیستی که خوار و زار هستی؟ اینا یک دریچه دیگه به ذوق تو از میکنم، کمی تو هم خوش شوی. نازی ناز خواهرکم، نوازد بجان خواهرکم، نازی ناز دانگکی ابر و کمان خواهرکم، دل نوازی تو شوم، صدقه نازی تو شوم، شانه ای سرخ به موهای درازی تو شوم، شانه ای سرخ به موهای درازی تو شوم. ای خدا مهر به اندازه به این دلهای ما، گل این گل بطه ای خواهری من تازه بمانه. لی 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 لی. یارا ما میگم جانت جور لالو ماما، ما کرفتم اول غم جور کردن یک کتاب خانه را میخورم، بر از اینکه حالا ورزشش فهمیدم که چقدر ضروری است. تنها کتاب خانه جور کردن نه، بلکه باید مطالعه هم داشته باشی تا به معلوماتت اضافه شوه. البته لالو ماما، وقت آدم کتاب داشته باشه حتما مطالعه هم میکنش. اما یون مام کتی تستم بیادر، اردوی ما با کمک یک دیگی خود کتاب خانه جور میکنیم بخیر. از شما چی پود، از یکی کده دو نفر بهتر است، تا که زود کتاب خانه تان جور شوه و کتاب های مختلف جمع کنین و بخرین و مطالعه کنین. سعید لالو ماما. لالو ماما، دل ما خو از گپای شیرینت کنده نمیشه، خب به خاطر که سر ما ناوقت نشه باید که بریم. بیخی درست است میمانکای گلم، اما پیش از رفتن ما چند تا کتابای مهم و معلوماتی دارم که براتون تحفه میتم. از طرف ما در کتابخانه خانه تان بمانین و مطالعه کنین و بر دگان بتین، هم به معلوماتتان اضافه میشه و هم ثوابش به ما و به شما میرسه. جانت جور. خانه تا باد لالو مامای بجوره. شما سلامت باشین دوستای گلموره. دوستای عزیز، برنامه را که شنیدین وجیه سیار در مؤسسه تعلیمی افغانستان براتان جور کده بود. جهان ما، آینده ما.